بیستمین روز مهر ماه برابر با 12 اکتبر، روز بزرگداشت حافظ. در تقویم های ایران این روز به منظور بزرگداشت خواجه شمس الدین محمد ابن بهاءالدین حافظ شیرازی، شاعر و یکی از سخنوران نامی جهان که بر شاعران پس از خودش تأثیر بسیار گذارد، به نام وی نامگذاری شده و هر ساله در چنین روزی مراسمی در محل آرامگاه او در شیراز با حضور پژوهشگران ایرانی و خارجی برگزار می شود. روز اسکان معلولین و سالمندان. سالمندان و معلولان حق برخورداری از زندگی سالم را دارند و صرف وجود ضعف‌های جسمانی نباید آنها را از این لذت محروم نماید. اما نظام جمهوری اسلامی احساس مسئولیت در مورد این بخش از جامعه را مثل سایر مطالبات جدی مردم بی پاسخ گذاشته و تنها با تعیین روز بزرگداشت از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی می کند. روز ملی کاهش آثار بلایای طبیعی. شرایط اقلیمی و جغرافیایی ایران همچون قرارگیری آن بر روی کمربند زلزله، واقع شدن در عرضهای پایین و مواردی از این دست از یک سو و ساخت و سازهای نامطلوب و غیر اصولی از سوی دیگر، میبایستی دولت را به درک احساس مسئولیت در زمینه برنامه ریزی بنیادی برای جلوگیری از خسارت جانی و مالی به مردم وادارد تا در این زمینه سرمایه گذاری نموده و با ایجاد ساختارهای جدید و سازه‌های ضد زلزله از میزان تلفات و خسارت مالی بکاهد. لیکن نظام جمهوری اسلامی همچون سایر امور دیگر تنها به تعیین روز ملی کاهش آثار بلایای عمومی و همینطور بستن قرارداد کاهش بلایای طبیعی با حوزه‌های اسلامی بسنده کرده است. سال 313 خورشیدی برابر با 934 میلادی، زادروز حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی، سخنسرای نامی ایران زمین، سراینده شاهنامه، حماسه ملی ایرانیان و یکی از بزرگترین شاعران پارسیگوی ایران. سال 871 خورشیدی برابر با 1492 میلادی، قاره آمریکا توسط کریستوف کولوم دریانورد ایتالیایی کشف شد. سال 1174 خورشیدی برابر با 1795 میلادی، زادروز جان کیتس، شاعر و ادیب انگلیسی که از برجسته‌ترین شاعران مکتب رمانتیسیسم به شمار می‌آید. سال 1192 خورشیدی برابر با 1814 میلادی، در پی شکست ایران از روسیه در جنگ اسلاندوز، قرارداد گلستان میان این دو کشور به امضا رسید و به موجب آن تمامی شهرهایی که تا آن تاریخ به تصرف روسیه در آمده بود جزو خاک روسیه باقی ماند و مالکیت روسیه بر شهرهای قره‌باغ، باکو، دربند، لنگران و بخشی از تالش نیز پذیرفته شد و ایران از همه دعاویش در مورد مناطق داغستان، گرجستان و ارمنستان چشم پوشی نمود و در عوض دولت روسیه تعهد سپرد که تنها نیابت سلطنت عباس میرزا ولیعهد را بپذیرد و به قدرت رسیدن او را تضمین کند.